ای روشنایی های دور از دست، ای خوبتر همزاد های کوچه تاریخ، زیباترین افسانه های گنگ بر صفحه دل های باران خورده غمگین، ای ماند دور از من تاجیک ها، تاجیک ها، تاجیک، چون جان به من نزدیک. وقتی که همراه نسیم عشق بر بام رویاها گذر کردم، از شهرهای خسته تبدار تا کوچه های زنده این باغ مست و غزلخوان دیده تر کردم، وقتی که دستی همچو گل رویید آغوش گرمش سرپناه هم بود، وان خیر و نقض و رحمت این شهر در کولباری زاد راه هم بود، وقتی که زیبایی دریغی بود بر گونه های کودکی سرریز، خوشابه های روشن لبخند روی لبانش مثل گل آویز، وقتی که با یک واژه دل می شد از دست و دنیا رنگ دریا داشت، دریا دلی در صبح باغستان در باغ جان بذر غزل می کاشت. از راه باغستان گذر کردم آنجا که ایرانم گلفشان بود، وان کعبه دل نام جاویدش ایران زمین مهد دلیران بود، چون رودکی بر چنگ می زد چنگ تا مولیانم هم سفر می شد، بو نصر اوریان بودم و بانگش میریخت در دل دیده تر میشد. علیرضا نوریزاده، دوشنبه 20 مرداد ماه 11 اوت، به شما سلام میکنم. امروز یه برنامه ویژه‌ای دارم تقدیم میکنم خدمتتون، به این معنا که حالا به مسائل روز و این حرفا سر میزنیم، ولی کنارش یک نکات دیگری هم هست که با یک مهمان عزیز با هم دیگه بهش میپردازیم. به انسانی که مثل من 35 سال در انتظار رویت دوباره خانه پدری بود و در این حال از پای ننشسته، نگفته سکوت کنم، گفته دانشم، تجربم، هر چه دارم عرضه کنم در خدمت نسل جوان باشه، مسائل رو درست ببینن، پس پرده رو ببینن، حرفایی که زده میشه همه رو باور نکنن. هر بار توی برنامه من بوده دیدید که مطالبی که عنوان شده جذاب و تازه بوده. به دکتر رضا تقی‌زاده خوش آمد میگم و بار دیگر ما در خدمت ایشون در کنار هم هستیم و با شما گپ و گفتی خواهیم داشت، به این معنا که من میشم شما، دکتر تقی‌زاده پاسخ میده. سلام دکتر. سلام به شما، سلام به بینندگان شما، خیلی خوشحال از حضور در این برنامه و امیدوار به رسیدن به مقصدی با هم. حتما دکتر، اول بیا اجازه بده بریم این چیزی که خب موضوع روزه، دیروز و امروز، و روی مسئله ترکیه. شاید برای خیلی ها انتخابات ترکیه معنایی نداشته باشه، برای اینکه میگن خب اردوغان دوباره بر میگرده، حالا این مدت نخست وزیر بود، حالا میشه رئیس جمهوری، قانون اساسی هم که میخواد تغییر بده، خب به نفع خودش و دوباره میشه مرد مقتدر. حالا دلم میخواد دکتر یه مقدار صحبت کنیم که این نظم جدید در ترکیه چی کار خواهد کرد و حزب آقای اردوغان در شکل جدید چه نقشی خواهد داشت. اردوغان درست همین چند روز قبل مسئله تحریم و منع مشروبات الکلی رو داره به صورت جدی پیگیر میشه. کجا داره میره ترکیه؟ اردوغان چه نقشی داره؟ اجازه بده دکتر نوریزاده قبل از اینکه به وضع موجود ترکیه بپردازیم، به یک مقایسه کوچک هم مبادرت کنیم، اینکه ایران الان کجا ایستاده، ترکا کجا ایستاده. بله، کاملا موافقم و
من خود من یادم یه وقتی دانشجو بودم میرفتم 3-4 سال قبل از اونچه که به عنوان انقلاب ترکای جوان ازش یاد میشه، انقلاب مشروطه رو کردیم که همین 2 روز قبل سالگرد اون رو تا اونجایی که ایرانی ها دستشون ساخته بود در همه نقاط دنیا جشن گرفتن، در داخل ایران با سکوت نسبی این قضیه برگزار شد. ولی امروز ما دچار آفت حکومت اسلامی هستیم، ولی ترک ها به هر حال در راه دموکراسی چند گام از ما جلوترن، دولت تثبیت شده دارن، اگرچه دولت کنونیشون به نوعی متظاهر به اسلام معتدل و گام به گام هست، ولی به هر حال از ما به واقعیت های زندگی، به نعمت های دنیا، به اطمینان خاطر از امنیت خودشون نزدیکترن تا ما. ما در یک حالت انتقالی هستیم، در حالی که ترک ها چندین گام از ما جلوترن. ولی وقتی نگاه میکنیم زیر زمین ما و روی زمین ما چه نعمتهایی نهفته است و خفته و اون رو مقایسه میکنیم با ترکا با جمعیتهای مساوی، میبینیم در این 30 سال حداقل اونها چقدر از ما جلو افتادن و ما چقدر از خودمون عقب افتادیم. دکتر من این مثال خیلی واضحی رو میزنم، دانشجو که بودیم اینجا یکی از لذتهای ما این بود که تابستونا از راه زمینی بریم به ایران، ماشینی بخریم و پاشیم بریم، ماشین هم میفروختیم، یه استفاده هم برامون داشت، خرج سفرم در میمد. من 3 سفر این راه رو رفتم غیر از راه سفر آخر که در واقع ماشین دانشجویی مو بردم، اونی که اجازه میدادن بخریم و 4 سالم باید ظاهرا نمیفروختیم، ما وکالتی میفروختیم و بهره استفادهش رو میگرفتیم، کاری ندارم. ولی وقتی میرفتیم ترکیه مصیبت ما آغاز میشد. غذا رو دوست داشتیم، محیط رو دوست داشتیم، ولی بچه های سنگ به دستم در راه بودن در طلب سیگار و اصلا وحشتناک بود. من یه ضبط صوت قرازه داشتم تو ماشین، رفتم پمپ بنزین، گفت بنزین نداریم. بعد نگاه که به این ضبط صوت که من تو لیورپول استریت 10 پوند خریده بودم و سالها وسیله بازی بود برای بچم، این گفت اینو اگه به من بدی بهت بنزین میدم. حالا شما فکر کن یه ضبط صوت قرازه که اصلا با بدبختی کار میکرد، اینو دادیم بهش، بنزین به ما داد. منظورم اینه اون ترکیه رو بعدن هم بنده رفتم ترکیه رو دیدم و به خصوص چند سال قبل که رفتم ترکیه آنتالیا رو دیدم، استانبول، آنکارا، ازمیر، همه این مناطق رو دیدم و دیدم ترکیه کجا داره. کاملا حق با شماست. من چارچوب محور قضیه رو از نظر سیاسی میخوام بازبینی بکنیم که به هر حال دموکراسی در ترکیه طوری جا افتاده دیگه نمیتونه یه جمال گورسل بیاد و با تانک و توپ به هم بریزه. اینو کاملا میدونم و اگر آقای اردوغان هم بخواد از یه خطوطی خارج بشه، احزاب مخالف هست، خیابون هست، مردم هستن، جلوشو میگیرن. ولی میخوام بگم چارچوب آنچه که شما ارزیابی میکنید با تجربه و آگاهیتون، اردوغان دنبال چیست؟ چون هدفش برای اینکه خلافت عثمانی کرواتی رو برقرار بکنه به نظرم با شکست روبرو شد. یعنی ضربه‌ای که سقوط محمد مرسی به اردوغان زد سنگین بود و یکی هم عدم موفقیت در سوریه. این دوتا برای اردوغان در واقع بالانسش رو به هم زد. حالا میخوام نظر شما رو بدونم. ولی دکتر جان به این نتیجه برسیم که بعد از 2 ضربه جدی که او خورد، بعد از همه اون اعتراض هایی که در استانبول ما شاهدش بودیم و به خصوص ملیگراهای ترکیه علیه او ایستادن، میبینیم اردوغان همچنان شانس اول انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور و بعد از انتخاب شدن که احتمالش خیلی خیلی زیاد خواهد بود روز یک شنبه، احتمال اینکه باز او به عنوان قدرت اول مجری هدایت دولت ترکیه رو به دست بگیره زیاده. یک تفاوت باز من میخوام به صحرای کربلا بذارم. یادم میاد این آقای اردبیلی اون موقعی که در ایران وضع میکرد، رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی، همه چیزایی رو که میگفت بعد یه فوشی هم به مجاهدین میداد و میگفت با این مجاهدین منافقین خائن. حالا من باز یه مقایسه بین اسلامگرایی و گرایش‌های مذهبی جمهوری اسلامی و آقای روحانی بکنم با آقای اردوغان. درسته آقای اردوغان گرایش‌های اسلامی داره، به نظر من یکی از این آدم‌های خیابانی است که خودش نه خیلی متفرعن‌تر از مردم عادی می‌بینه و نه خیلی متفکرتر از اونها و خودشو نزدیک میبینه به نیازهای معدل جامعه ترکیه که به هر حال یک جامعه مسلمان هرچند که به اروپا نزدیکه. ولی جمهوری اسلامی هم همین تمایلات رو داره، با این تفاوت که آقای اردوغان برای ترکیه در طول 10 سال گذشته
رفاه اقتصادی آورده. ترکیه رو از یک کشور که به عنوان بیمار اروپا ازش یاد میکردن به یکی از 20 قدرت بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل کرده، در حالی که همزمان جمهوری اسلامی با همه نعمتهایی که داشته، با همه قدرتی که داشته، با همه ذخیره نفت و گازی که داشته، این مملکت رو هر سال فقیرتر و بدبختر کرده. این تفاوت دو رنگ مذهبی در دو کشور همسایه با جمعیت‌های مساوی است. آقای اردوغان به نظر من عامل تثبیت اقتصادی ترکیه، رشد اقتصادی ترکیه، فرار از بحران اقتصادی، بی‌ارزش بودن پول ملی اون کشور و به این علت که مردم ترکیه با یک نگاه عملگرا علی‌رغم اونچه که به قول فرنگی ها بکلش است یا عقب‌گرد شخصی اردوغان هست، او رو همچنان حمایت میکنن. یعنی در واقع دکتر به نظر من جامعه مدنی در ترکیه اینقدر قویه که هر حرکتی هم آقای اردوغان بخواد در تعارض با این جامعه‌ای که دست پرورده آتاتورک و پیروان خط اوست نمیتونه جامعه ترکیه رو برگردونه به عقب. شما توریسم رو نگاه کنید، الان سالانه ده ها چقدر چند میلیون 40 میلیون 30 میلیون دارن میرن ترکیه، اصلا این چیز عجیب غریب شده. این فرودگاه جدید استانبول آدم نمیتونه باور کنه این با کدوم فرودگاه مقایسهش کنه. و این نشان دهنده اینه که از نظر اقتصادی ترکیه که مثل ما تکیه روی نفت نداره، 75 میلیون آدم جمعیت مساوی، چقدر عمران و پیشرفت داشته. و این ادعاهای جمهوری اسلامی که بله ما تهران رو ساختیم، مترو ساختیم، همین هم به حساب خودشون میذارن. و ما فقط یه لحظه اگه فکر کنیم که این اتفاق نامبارک سال 57 نیفتاده بود ما کجا بودیم. کاملا با شما موافقم از این نظر. حالا میخوام ببینم عبدالله گل که یک پرستیژ والایی داره و جامعه بسیار بهش احترام میذاره، حتی احزاب مخالف، سرنوشت او چه خواهد شد؟ واقعا وداعا میره و تموم میشه؟ من فکر میکنم عبدالله گل از زمانی که به عنوان وزیر خارجه قبول کرد با آقای اردوغان همراه بشه، با وجود تفاوت‌های نظری که با رئیس سالمندتر خودش داره، ولی این احترام و حفظ حدود رو هم همیشه داشته و دور از ذهن نیستش. اگر که آقای اردوغان به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، او دوباره به عنوان نخست وزیر قبول مسئولیت بکنه و یا به نوعی کنار اردوغان ادامه کار بده. خب شانس‌های دیگری که وجود دارن برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری واقعا پایگاه قدرتی ندارن. نه آقای احسان اوغلو این پایگاه رو داره و نه آقای دمیرتاش که مرد جوونی 41 ساله است و وابستگی بسیار ضعیفه. کاملا درسته. منتها من عبدالله گل رو برداشتی که توی خاورمیانه ازش هست تو کشور عربی، همونطور که شما گفتید در عین اختلاف داشتن با آقای نخست وزیر، به طور کلی حالت، من یه وقتی میگم آدم میشه مقایسه میکنه، یه وقتی آدم یاد مثلا میفته یه شکلی داره مثل طالبانی، حالت پدری داره، با وجود سنش هم خیلی زیاد نیست. احزاب مخالف هم قبولش کردن و مطمئنم ترکیه چنین آدمی رو که در اوج در واقع نفر رساندن به جامعه از کنار نخواهند گذاشت. ولی همونطور که گفتید آقای اکمل الدین احسان اوغلو، ایشون سالها خب دبیر کل سازمان کشورهای اسلامی بوده، ولی خیلی عجیبه چون یک اسلامی معتدل بود، میگفتن مهندس بازرگان ترکیه. حالا چطور احزاب ملی دنبالش دکتر نوریزاده؟ شاید این مقدار واقعی‌تر باشه. من احسان اوغلو رو در باکو دیدم، به دعوت دولت ترکیه چند سال پیش رفته بودم برای 40مین سال برگزاری کنفرانس اسلامی و فرصتی بود هم سر نهار هم بعد از ظهر روز اول کنفرانس با او گفتگو میکردم. مرد بسیار ملایم و آرام و خوشخوی، زبان عربی رو بهش مسلطه مثل جناب عالی، زبان انگلیسی رو با راحتی صحبت میکنه، زبان آلمانی رو میدونه، طبیعتاً ترک، خب 30 سال در مصر گذرونده و با این احاطه به زبان‌های خارجی، ملایمت رفتار میتونه حتی یک وزیر خارجه خوب برای ترکیه باشه. ولی به عنوان رئیس جمهور شک دارم، چنانکه آقای بازرگان هم نخست وزیر موفقی نبود. بله. صالحی هم یقینا رئیس دولت موفقی نمیتونست بشه. درسته، کاملا با تو موافقم و مطمئنا ایشون انتخاب نخواهد شد. خب حالا دکتر بیایم یه نگاهی بکنیم دور و برمون. آذربایجان وضع ثابتی داره، به هر حال آقای الهام علیوف با هر انتقادی که از او هست
تثبیت قدرت کرده، کشورم رو به پیشرفت میره، سرمایه خارجی جذب شده و اصلا آذربایجان قابل شناخته شدن نیست با در مقایسه با 10 سال پیشش. این وسط مسئله قره‌باغ اولیا هست، ناگورن قره‌باغ، این دعوای آذربایجانی ها و ارمنی ها. چه پیش بینی میکنی که سرنوشت این ماجرا چه میشه؟ قره‌باغ اولیا برمیگرده به آذربایجان یا همینجوری تیغ در زخم باقی خواهد؟ اون چیزی که ظواهر کار نشون میده به نوعی این ماجرا شبیه اختلافات عرب اسرائیل شده، با این تفاوت که آذری ها با توجه به ذخیره ثروتی که دارن رو به پیشرفتن و ارمنی ها به علت نداشتن این ذخیره تنها به پشتیبانی روسیه دلگرمن. خب الان زور بالا دست ارمنی هاست، ولی در 10 سال بعد معلوم نیست واقعا آذربایجان در چه موقعیتی از قدرت خواهد بود. ولی از نظر سیاسی هم من تصور میکنم آرامشی که امروز ما در آذربایجان میبینیم به نوعی آرامش به روی صحنه است. معلوم نیست آذربایجان در طول چند روز تبدیل به چیزی نشه که ما پیشتر در گرجستان شاهد اون بودیم. بله، این نگرانی هم که شما میگید هست واقعا. نگاه که میکنیم مثلا من اون طرفتر میرم به پاره های اتحاد جماهیر شوروی سابق، جایی که خودم هم رفتم دیدم، مثلا تاجیکستان بعد از یک دوران بحرانی و جنگ داخلی و اسلامبازی با آقای رحمانوف که اومد موفق شد ثبات رو به دست بیاره. در ازبکستان اسلام کریموف همون کمونیست سابق اونم با اقتدار با کی‌جی‌بی موند. نورسلطان نظربایوف در قزاقستان باقی موند. ولی دیدیم قرقیزستان به علت نداشتن ثروت وضع آشفته، چند دست تالا گشته، انقلاب شده غیره. و واقعا این کشورها یا ترکمنستان، به هر حال ترکمن باشی که رفت، خیلی‌ها فکر می‌کردن اونجا ممکنه آشوبی به پا بشه، ولی در عمل به هر حال یه ثباتی در اونجا مشاهده میشه. ولی همونطور که شما میگید این خنجر در زخم قره‌باغ اولیا یا ناگورنی قره‌باغ این باقی بوده. حالا وضع نخجوان هم ناجوره. شما می‌بینید که نخجوان فقط با ایران داره در ارتباطه و اینم یه مسئله مشکله برای خود آذربایجان، حتی اداره نخجوان و جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی. و نخجوان به نظر من باز یکی از نمادهای کوتاهی یا قصور جمهوری اسلامی برای توسعه همکاری یا نفوذش نزد همسایه ها. همونطور که شما میگید نخجوان به شدت به همکاری با ایران، به تامین نیازهای آب و برق و ارتباطش با ایران نیازمنده، ولی با این حال، با اینکه این کمک ها رو هم جمهوری اسلامی تا اونجایی که هست از منابع ایران تامین میکنه و میپردازه، با این حال روابطش با روابط دولت باکو به ظاهر روابط دوستانه است، در عمل روابط کاریه، ولی با تعریفایی که هر دو طرف از هم دیگه پنهانی میکنن روابط واقعا دو دولت خصمه. تا همین چند سال پیش ترک ها از این وسیله استفاده کامل میکردن برای اعمال فشار علیه ایران، حالا اسرائیلی ها همین استفاده رو میکنن، در حالی که قابلیت های ایران در صورت استفاده از امکاناتش به مراتب بیشتر از اون دو کشور بود. 100% کاملا با تو موافقم و دردناکه که آدم میره در تاجیکستان فارسی زبان میبینه ترک ها چند تا مدرسه درست کردن، چه سرمایه گذاری دارن میکنن، کانال تلویزیونی ترک زبان درست کردن و اینا برای آدم دردناکه که میره. حتی دیدم در افغانستان ترک ها الان در مزار شریف در مناطق بالاتر که ازبک ها هستن به شدت دارن فعالیت رو سرمایه گذاری میکنن. اینا از بخت بد ما بود که در این موقع که اتحاد جماهیر فرو پاشید حاکم ما ولی فقیه بود که ذره ای عشق به ملیت و به ایرانی بودن ندارن و این وطن براشون وطن سوریه است که از خوزستان براشون اهمیت بیشتری داره. برای شما در فرنگ زندگی میکنیم، به قدرت نرم آشنا هستیم. این قدرت در کشورهای آسیایی هم هست. وقتی واقعا ژاپنی ها لباس ملی خودشون رو، کشتی سومو رو به عنوان قدرت نرم به جاهای دیگه میفرستن، نفوذ فرهنگی تامین میکنن، میبینیم ما این قدرت ها رو واقعا خیلی بیشتر داشتیم. ما نوروز رو داریم. بله. که همه سال و تقویم کاری این کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان، کردهای سراسر منطقه به اون وابسته است، ولی واقعا به علت فقر اقتصادی، به علت انزوای سیاسی، به علت سیاستهای خام کلان این کسانی که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی
حکومت تو ایران به دست گرفتن، ما کمترین بضاعتی برای استفاده از قدرت نرم نداشتیم. اون چی هم که تاریخی وارث شدیم از دست داریم. دکتر عزیزم اینو میخوام بهت بگم، ما گوگوش و سیمین بانو بهبانی رو داریم. من خودم دیدم در تاجیکستان، ازبکستان، بخارا، سمرقند، اسم اینا که میمد زنده یاد نادرپور، چه جور مردم دلبستگی که اونجا آدم به گوگوش مشاهده میکرد. آقا مرحوم محی‌الدین عالم‌پور به عنوان گوگوشولوژیست یک آکادمی به نام گوگوش اونجا داشت که تصاویرش، آهنگاش و فیلم در امتداد شبش 5 سال بود رو اکران بود و همین جوری هر شب میخوام بگم. ولی جمهوری اسلامی وقتی آقای ولایتی رفت، یادم نمیره که سوال کرد ازشون آقای عالم‌پور که آقای ولایتی سرانجام کی اجازه میدید خانم گوگوش، و خانم گوگوش ایران بود، بیان اینجا برای بچه های ما کنسرت بذارن. ایشون باعث حفظ زبان فارسی شده در اینجا. آقای ولایتی گفت انشالله با گروه های موزیک مشروع رو به اینجا خواهیم فرستاد، و این پاسخ آقای ولایتی بود. و واقعا همین جوره ما میگم بخت بد ما دکتر این بود که روزی که شما به ایران برگشتی و زمینه کاری برات فراهم شد و در گستره فعالیت میکردی که میتونستی خدمت فرهنگی بکنی، اجتماعی بکنی، با تمام عشق داشتی این کار رو میکردی. بعد از انقلاب همه آدم های مثل شما همه رانده شدن، مثل بنده دیگران هزاران ایرانی، و افسوس میخوره آدم که سرنوشت ما به دست چه کسانی افتاد که آقای نهضت سوادآموزی میاد میگه که آقای قرائتی، فقراتی بله، میگه که بدی دولت مردان ما اینه که آخوندامون مثل فدایان اسلام نیستن و دولت مردان مکلامونم مثل رجایی نیستن. یعنی الگوی ما در قرن 21 باید نواب صفوی و رجایی باشه. حالا آدم خوبی هم بود رجایی، ولی دربون و بعد معاون ناظم مدرسه کمال نارمک بود. این آدم نمیتونه الگوی یک نخست وزیر باشه. اردوغان الگو هست، میتونه آدم او رو الگو قرار بده و خیلی از دولت مردان دیگه، ولی این آدم نمیتونه. برحال تردید آقای نوری‌زاده، شما به یاد داری استانبول بودید، واقعا در شهرهای خیابونهای استانبول حتی کنار مجسمه آتاتورک شما میبینید یه خانومی با ظاهر بسیار آرام، بسیار پسندیده، با روسری مشکی نشسته یا راه میره، کنارش ممکن است یه خانومی با دامن کوتاه باشه. همزمان در آنالیا و آنتالیا خانم ها ممکن است بدون سینه بند هم کنار دریا باشن. نه کسی در استانبول مزاحم خانومی است که با روسری راه میره، نه کسی مزاحم آزادی کسی است که کنار دریا نیمه پوشیده به آب میره. خب هنوز دولتی در آنکارا روی کاره که اردوغان رئیس اون است، و این دولت مشهور به اسلامگرایی است. خب این نوع تازه ای از اسلامه، در اسلامی که به هر حال تحمل دیگران دشوار نیست، ولی در جمهوری اسلامی این کار هست. قبل از انقلاب دکتر ما هم یه همچی وضعی داشتیم. من یادم اون تأسیسات و هتل هایی که در کیش ساخته شد در شمال ایران، شما همون هایت رو میرفتید در بین چالوس و نوشهر، آدم وقتی اون هایت رو میرفت، نمک آبرود یا هتل رامسر که از زمان رضا شاه ساخته شده بود و واقعا هتل درجه یک تو معنای جهانی بود، یا هتل های کیش و همه، متاسفانه ایران که داشت تبدیل میشد به یک قطب جذب توریست. پروازی که کنکورد هفته 2 نوبت گذاشته بود به کیش با توریستای فرانسوی، و اینا میگم متاسفانه همه دست ما رفت. و امروز آمار توریستا رو که می‌بینی، یه از عراق میان میرن زیارت مشهد و حضرت معصومه قم، یه عده از این زائران مرزی هستن میان برای یه چیزی بخرن و برن، و این اسباب تأسف که در کل میبینید که در کل سال مثلا 1000 تا توریست ژاپنی و آلمانی، اونم اغلب افراد مسن علاقمند به آثار تاریخی، اومدن اونا رو هم اذیت میکنه. دکتر بریم سری بزنیم به یه 2-3 موضوع دیگه. این داستانی که پیکنکت را انداخته که خانم کلینتون در خاطراتش گفته که ما برای تقسیم خاورمیانه روی داعش و اخوان المسلمین حساب میکرد، گفته بله ما وارد جنگ عراق و لیبی و سوریه شدیم، همه چیز بر وفق مراد بود، من به 112 کشور سفر کردم،
با دوستان به توافق رسیدیم تا به محض اعلام تأسیس داعش این گروه به رسمیت شناخته شود. اما همه چیز فرو پاشید و توافق شده بود تا دولت اسلامی در روز 5/7/2013 اعلام شود. ما منتظر اعلام تأسیس آن بودیم تا ما و اروپا هرچه سریعتر به رسمیت بشناسیم. اما با انقلاب مصر همه چیز در مقابل ما بدون هشدار قبلی فرو ریخت. اقدام هولناکی رخ داد. ما به توسل به زور فکر کردیم، اما ارتش مصر ارتش سوریه یا لیبی نیست. شما این حرفای بی ربط رو فکر میکنید؟ باور میکنید؟ من کتاب خانم کلینتون رو ندیدم. این تسلسل فکری و نحوه بیان خانم کلینتون نیست. من به دفعات گفتگوها مصاحبه های او رو از تلویزیون دیدم و گوش کردم. طرز فکر او اصلا با نحوه تنظیم چنین بیانیه‌ای مغایره و هدف این بیانیه هم کاملا روشنه. این دلیلی نیست که ما از خانم کلینتون دفاع بکنیم یا از او انتقاد بکنیم، مخالف یا موافق اون باشیم. وقتی بخوایم واقعیت قضیه رو ببینیم کاملا روشنه. با کسی که این مسائل رو از نزدیک تعقیب میکنه صحبت کردن، دریافتن این موضوع که این نوت ساختگی است کاملا معلومه. دکتر مدعی انتخابات جلیات حزب توده است که حالا در شکل جدید حالا طرفدار روسیه شدن به نفع روسیه علیه آمریکا و کلینتون، چون محال آمریکا در ساختن داعش نقشی داشته باشه یا بخواد داعش رو به رسمیت بشناسه. اجازه به درنگ کوتاهی بکنیم و برگردیم و این بحثامون رو ادامه بدیم. امشب در خدمت دکتر تقی‌زاده تمام مدت خواهیم بود. خدمت شما. اولا مطمئن باشید انتخابات ترکیه برندش آقای اردوگانه. من و دکتر تقی‌زاده در این مورد مشکل نداریم، چون آدم وقتی راجع به افغانستان حرف میزنه و مطمئنه که دکتر عبدالله برنده میشه، بعد داستان به اینجا میشه آقای جانکری برای دومین بار داره میره اونجا یا رفت الان، و برای اینکه اختلافا رو برطرف بکنه یه فرمولی هم دارم پیدا میکنم مثل داستان زیمبابوه که حالا یکی برنده بشه رئیس جمهوری، دیگری بشه نخست وزیر. امیدوارم که افغانستان از این مشکل به در آید، اما در ترکیه مشکلی نخواهد بود و فقط آقای اردوغان با رای گیری که شد میزان محبوبیت و میزان اقتدارش رو نشون خواهد داد. دکتر تقی‌زاده، این ماجرای خانم کلینتون شبیه بعضی از این تحلیل‌ها تفسیرایی است که بعضی از دوستان ما و همکارانمون میکنن. یه جمله رو یه جا میبینن، بعد میان اونو بر میدارن و داستانو ازش میسازن. حالا اینجاست که میخوام برگردیم به وطن خودمون. الان با صحبت از این شد که مذاکرات پشت پرده بین ایران و امریکا در جریان، گفتن بیل برنز دوباره میره و حالا آقای عباس عراقچی میره یا خود آقای ظریف میره. در پس این ماجرا شما چه اطلاعات جدیدی دارید و چه ارزیابی دارید برای این قضیه؟ به نظر میرسه که اختلافات هنوز بین دو طرف باقیه. البته هر دو طرف تلاش میکنن با استفاده از همه امکاناتی که دارن که به نوعی از توافق دست پیدا بکنن، و به احتمالی امکان رسیدن به این توافق هنوز وجود داره و اونها میخوان از این امکان حد اکثر استفاده رو ببرن. زمان بسیار کوتاهی است. تو گفتگوهایی که هفته پیش من شاهدش بودم در واشنگتن، تمایل بسیار اندکی، حتی نزدیک به صفر وجود داره که این توافق 4 ماه تمدید شده رو از 24 ماه نوامبر سال جاری مسیحی جلوتر ببرن. بنابراین هم دولت آقای اوباما و هم دولت آقای روحانی مجبورن در این چند ماهی باقی مونده، در هفته های باقی مونده، به نوعی از توافق دست پیدا بکنن. به این علت روز پنجشنبه یک هیئت نسبتاً بزرگ آمریکایی راهی ژنو شدند بدون اطلاع قبلی. البته رویترز خبری از انجام این سفر داده بود، ولی منابع ایرانی خیر اشاره کوچک آقای عراقچی روز دوشنبه کرده بود که ممکن است دور بعدی مذاکرات سیاسی در نیویورک باشه. بعد از اونم مرزی یفخم در تهران گفته بود که ما مذاکرات رو طی روزهای آینده شروع میکنیم، ولی بیشتر اشاره یفخم به مذاکرات فنی بود که ایران لزوماً باید با آژانس انجام بده، در مورد گذشتهش توضیح بده، احتمالاً اجازه بازدید از پارچین رو بده و بقیه اطلاعاتی که آژانس میخواد. اگر این مذاکرات موفق بشه، قرار است در ماه بعد یعنی ماه شهریور گفتگوهای سیاسی پایریزی بشه برای رسیدن به یک
چارچوب کلی، که اون هم باز چارچوب مطلوب دو طرف نخواهد بود، چارچوب کلی. ولی بحث من آقای دکتر نوریزاده اینه که اگر واقعا با توجه به نظری که هم نمایندگان کنگره و سناتورهای آمریکا دارند و هم دولت آمریکا، چیزی که خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه در واشنگتن روز سه‌شنبه به صراحتاً به زبون آورد، این است که زمانی با ایران رضایت به امضای یک توافق خواهند داد که خطر تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی به طور کامل از بین رفته باشه، راه بازگشتش هم به این ظرفیت بسته بشه و این وضعیت برای 10 سال بعد حداقل همچنان محفوظ بمونه. حالا پرسش من اینه، در مقابل همه این تلاش هایی که دو طرف میکنن برای رسیدن به یک نوع از توافق، اونچه که جمهوری اسلامی بعد از این توافق به دست خواهد آورد چه ارزشی، واقعا چه ارزشی داره؟ این موضوع نوشته ایست که من شاید با جزئیات بیشتر به اون نظر کردم، اون رو برای سایت شما هم فرستادم که استفاده بکنید. سوال من اینه که این رو البته آقای کوهن معاون خزانه داری آمریکا همون جلسه سه‌شنبه میگفت که ایران در 4 ماه آینده 15 میلیارد دلار همچنان زیان خواهد دید. این ارقام اشتباهی است. در 4 ماه آینده میزان زیان های ایران به مراتب بیشتر از 15 میلیارد دلاره، برای اینکه آقای کوهن تنها صادر نکردن نفت به نرخ گذشته رو ملاک ارزیابیش قرار داده بود، در حالی که متوقف موندن ظرفیت تولید گاز ایران، افزایش تجارت خارجی ایران، گران شدن واردات کالا و همینطور ارزش پول ملی، کاهش رشد تولید ملی رو هم بایستی منظور بکنید. به نظر من با یک محاسبه اصولی و قابل اثبات، ایران آقای دکتر نوریزاده سالانه 200 میلیارد دلار زیان میبینه. آقای کوهن میگفت که ایران امسال ارزش تولید ناخالص ملیش 360 میلیارد دلاره. اگر این رقم درست باشه که به هر حال نزدیک به واقع هست، البته جمهوری اسلامی ادعاهای دیگری میکنه، این ادعاها موکول به محاسبه غلط از ارزش ریاله، اگر این ادعا درست باشه 200 میلیارد دلار زیانی که ایران سالانه تحمل میکنه بیش از 50% ارزش تولید ناخالص ملی ایرانه. این رو شما سرشکن بکنید به 75 میلیون جمعیتی که توی ایران زندگی میکنن. مفهوم سادهش اینه آقای دکتر نوریزاده که مردم ایران بابت پسمانده برنامه اتمی جمهوری اسلامی بعد از توافق سالانه 2500 دلار از جیبشون هزینه میکنن، یعنی 2500 دلار سالانه هر نفر ایرانی، نه خانواد، فقیرتر میشه. این رو مقایسه بکنید، ارزش این پول میشه در حدود 7.5 میلیون تومان یا 8 میلیون تومان. این رو مقایسه بکنید با سال 500 هزار تومان پولی که به عنوان یارانه میدن، یارانه دولت به مردم میده، ببینید چقدر از جیب مردم میدزده و چقدر اندک در جیب اونها میگذاره. این هزینه است که مردم ایران برای ادامه برنامه جمهوری اسلامی بعد از توافق تا سالها مکلف به پرداختن. دکتر تقی‌زاده یه نکته بسیار مهمی رو شما اشاره کردید، کمتر کسی میره تو این آمار و سرشکن میکنه توی ملت ایران و حالا شما در کنار این اضافه شدن هزینه ها رو هم جمع بزنید، قیمت ها بالا رفتن، تورم، اینا رو هم جمع بزنید، اون وقت در مجموع ببینید که بابت حضور این شاخ شمشادها ما چی داریم پس میدیم. آقای روحانی چند روز قبل گفته بود که ما همه تخم مرغامون رو در سیاست خارجی در یک سبد نمیگذاریم و یکی از دلایلش همین 5 به اضافه 1. حالا من میخوام ببینم جمهوری اسلامی چه سبدی دیگه ای داره که تخم مرغاشو توش بذاره. کره شمالی و بورکینافاسو و کوبا و یه مش دولت ورشکسته اینجا آنجای دنیاست. واقعا آقای دکتر شما فکر نمی‌کنید که اگر دشمنترین دشمنان در ایران حاکم بودن عملکردشون از اینا بهتر بود؟ بدون تردید. و از این شخص باید پرسید آقای ظریف شما الان نایب در ژنو مشغول گفتگو با چه کسی است؟ با رئیس دولت کره یا با معاون وزیر خارجه آمریکا؟ شما میگید تخم مرغ‌ها رو در یک سبد نمیگذارید، ولی از 2 ماه پیش خودتون رو آماده کردید برای رفتن به مجمع عمومی سازمان ملل و دوباره انجام گفتگوهای محرمانه و غیر محرمانه و رسمی، مقدماتش هم دیروز و امروز دارید در ژنو فراهم میکنید. چرا به مردم ایران دروغ میگید؟ و دکتر اینم میخوام بدونم، روس‌ها با توجه به سلطه‌ای که تو ایران پیدا کردن
الان کلا ارزیابی مواضع روسیه رو چگونه شما میکنید؟ دولت همچنان چهار چنگولی مشغول پیدا کردن ریسمانی است که در ارتباط با روسیه به اون بچسبه، و این تنها دولت کنونی روحانی نیست، این حاکمیت جمهوری اسلامی است که همچنان میخواد به نوعی به روسیه متوسل بشه. حالا من نکاتی که برام خیلی اهمیت داره اینه که در این وسط با این بحران‌های اقتصادی، با این بحران‌های سیاسی، میان مسئله جداسازی بانوان رو مطرح میکنن و حالا دولت هم میگه نه ما این کار نمیکنیم، ولی آقای قالیباف میاد اون کار رو میکنه، بعد آقای صادق لاریجانی تاییدش میکنه، بعد آقای نمیدونم مهدی طائب تاییدش میکنه، آخوندها دنبالش میرن. برداشت شما ارزیابی دکتر تقی‌زاده چه؟ چرا این کار رو میکنن؟ این آزار مردم برای چیست؟ چه حکومتی نادان و جاهل میاد روز به روز مردم رو از خود متنفرتر میکنه؟ من امروز آقای دکتر نوری‌زاده یک ایمیل گرفتم که توش چند تا عکس بود و چند تا نقل قول. در بخش اول این ایمیل اظهاراتی که از نماینده های مجلس گذاشته بودند که از یارانش میخواست به مسائل جدی مملکت بپردازند، ممنوع خروج بودن آقای خاتمی رو تایید بکنن، جدا کردن زنها از مردها رو بی اعتنا از کنارش نگذرن، امر به معروف رو در خیابان رعایت بکنن. و در ادامه این ایمیل تعدادی عکس بود از جوانانی که ناگزیر از فروختن اعضای بدنشون هستند برای ارتزاق، دخترهای جوانی که شاید مجبور به تن فروشی میشن برای ادامه زندگی، هوای آلوده ای که سالانه ده ها هزار نفر از مردم ایران رو در شهرهای بزرگ به علت استنشاق سر و مواد اضافی دیگری که توی سوختاشون هست به بیماری های غیر قابل معالجه دچار میکنه و اونها رو جونشون رو میگیره، تصادفات جاده‌ای، فقر اقتصادی، بیکاری و نمونه هایی که به هر حال در منطقه ما به غیر از دو کشور عراق و افغانستان خیلی شایع نیستن و برای مردم این منطقه خیلی این قضایا عادی نیست. آیا سوال این بود در اون ایمیل که آیا واقعا اولویت های مردم امروز ایران این است که آقای خاتمی رو اجازه خروجش رو تایید کنید که نداره، یا اینکه پرداختن به نوعی تلطیف هوای تهرون، افزایش اشتغال، پرداختن به موضوع اعتیاد و فحشا در جامعه ماست؟ اگر شما واقعا مدعی اخلاق هستید به کجای مسئله باید بچسبید؟ و از دید این مردمی که خودشون رو، این تعدادی که خودشون رو نماینده مردم میدونن، واقعا وضعیت اسفباری است در داخل مملکت ما و اسفبارتر این است که نمیدونم دیگران، بقیه مردم دنیا نسبت به اون چشماشون رو فرو بستن و هیچی نمیگن. امروز ما شاهدیم که اگر داعش تعدادی رو در شمال عراق قربانی میکنه، از یزیدی هایی که در ایران اونها رو ایزدی اسم میذارن، همه دنیا میفهمن. اگر در سوریه تعدادی کشته میشن، همه دنیا این رو میفهمن. اگر در غزه تعدادی جون خودشون رو به علت هجوم اسرائیل از دست میدن، همه میفهمن. ولی سالانه ده ها هزار نفر از این مردم آرام آرام بی صدا در ایران جون خودشون از دست میدن و دنیا هم نسبت به این کشته ها، نسبت به این مرگ و میرها، نسبت به این فجایعی که صورت میگیره سکوت میکنن و حد اکثر مقداری قلقلک هم میشن وقتی آقای روحانی و دولت رو براشون گربه‌رقصی میکنه. دکتر، یک خبری هفته گذشته بود که من بسیار متاثر کرد. توی هفته آقای به نام الوندی، فکر میکنم که ایشون مسئول مشاور وزیر دادگستری و مسئول جلوگیری از آزار کودکانه، و ایشون اظهار نظری کرد که این کودکانی که ناظم مدرسه بهشون تجاوز کرده در تهران، در نزدیک تهران، اینان خیلیشون تمایلات دو جانبه داشتن، یعنی یه بچه 8 ساله تمایل داشته بهش تجاوز بشه. شما برداشت جمهوری اسلامی و این آقایون مسئولان رو ببینید نسبت به این قضایا چیه؟ اینجا اگر یه بچه مورد تعرض قرار بگیره، پیدفایل میدونید چی کار میکنن؟ الان این جیمی ساورویل معروف مرده، ولی از توی قبر دارن میکشنش بیرون به خاطر تعرضی که به جوانان و کودکان کرده، و در جمهوری اسلامی میگه این بچه ها خودشون دلشون میخواسته.
و این آقا... صحبت بچه 6 ساله 8 ساله تا 11 ساله است. بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده، واقعا معلوم نیست آیا وجدان بیدار نزد حاکمان جمهوری اسلامی اصلا متایی هست که قابل لمس باشه. چطور ممکنه یک مسئول دولتی به خودش اجازه بده چنین مقایسه‌ای رو انجام بده؟ یک بچه 11 ساله که دست چپ و راستش از نظر جنسیت ممکنه نفهمه و همونطور که شما درستی گفتی ممکنه دچار این مسئله باشه، ممکن است حتی گرایش به جنس موافق داشته باشه، ولی این در سالهایی است که بعدا رشد جنسی میکنه، نه بچه مظلومی که مثل گل سرخ لطیفه و بیگناه. چطور ممکن است که به پاکی یک بچه 11 ساله به این شکل شنیع و فجیع جسارت بشه و بعد گفته بشه که تمایل نزد اون بچه بوده؟ بله، یعنی انقدر اصلا برای من این مسئله اذیت کننده بود، دیگه دو روز بهش پرداختم و پیش خودم میگفتم مگه میشه همچی چیزی. و بعد برگشتم یاد داستان اسقر قاتل افتادم که مرحوم بهبودی سلیمان خان تو یادداشتش بهش اشاره میکنه که رضا شاه گفت من اینو میخوام ببینم. بعد خلاصه ترتیبی دادن تو شهربانی که این بیاد و رضا شاه رفت جلوش واساد و نگاهی بهش کرد، گفتش که گفت به لرزه افتاد ولی رضا شاه آرومش کرد. گفت خب بگو ببینم چرا این کارا رو میکردی؟ گفت آخه این بچه ها فاسد بودن، اینا خودشون این کاره بودن، من میخواستم زمین رو پاک کنم. بعد رضا شاه گفت عجب، پس تو میخواستی جامعه رو درست کنی؟ گفت بله، من میخواستم همه اینا رو پاک کنم، ریشه اینا رو بزنم که تو جامعه از این پسرای فاسد نباشن. بعد یک دفعه رضا شاه میگه یه نگاه کرد گفت ببرید این ملعون رو، و این شروع کرد به لرزیدن و خودشو کثیف کرد از وحشت نگاه کرد. حالا این آقا هم از دیگه میزنه مثل اسقر قاتله دیگه، قربونه، یعنی خود ایشون هم اگر در مقام فاعل قرار بگیره لابد میگه این بچه ها همشون فاسدن و باید زمین رو از وجودشون پاک کرد، و این اسباب تأسفه. دکتر یه سوالی ازت میکنم، از خودم بارها میپرسم، به قول اینا در wildest dream، در دورترین اون تصوراتی که میکردیم، آیا فکر میکردیم که اون جامعه‌ای که ما، من و شما و نسل ما برگشته بود با عشق بسازیم، چه حالا ما از خارج برگشتیم، اونایی که در داخل فارغ التحصیل شدن، همه دست در دست هم، من یادم سربازی که بودیم، تو همون سربازی چه جور با هم رویاهامون قسمت میکردیم که کجا تراب مصطفی فکر نمیکرد داستان به اینجا بکشی بشه مدیر رادیو فردا، کار بسیار بزرگیست، ولی فکر نکن تو ایران مدیر رادیو تلویزیون میشه. یا مرداد خونسالی که با هم بودیم فکر نمیکرد اینجا میاد در خارج از کشور زندگی میکنه، بلکه حتما یه دیپلمات برجسته، یه روزی هم وزیر میشه، و آدمای دیگه که با ما بودن. چی آیا هیچ وقت به این فکر کردی که اون زمان چجوری به دنیا نگاه میکردی؟ دنیا آقای دکتر نوری‌زاده پر از شگفتی است. وقتی چند دهه به پیش از این انقلاب برمیگردیم میبینیم در بریتانیا همه انتظار داشتن اگر قرار است یک انقلاب سوسیالیستی شکل بگیره، جای اول در بریتانیا است که حزب احزاب چپی قوی هستند و نیروی کارگری به علت صنعتی بودن جامعه رشد کردند، یا جای بعدی فکر میکردن باید آلمان باشه، نه در یک جامعه روستایی نظیر روسیه اون موقع که نه قدرت کارگری داشت و نه تفکر سوسیالیستی در اون رشد اجتماعی کرده بود. در ایران ما هم ما به حال از نظر اجتماعی نزدیکی به غرب، فرهنگ تازه، مدرنیته، نه تنها از ترکیه عقب نبودیم، ترکیه امروز جلوتر هم بودیم و از ما بسیار بسیار متأسفتر در مناسک مذهبی کشورهای به ظاهر عربی بودن، یا حتی پاکستان و افغانستان، ولی از بعد حادثه ما انقلاب مذهبی رو در ایران شاهد شدیم و این واقعا جای تأسفه، ولی مهمتر از همه این است که قابل پیش بینی نبود. یکی از هموطنان گرامی ما که بسیار انسان شایسته و نازنینی است و دل مشغول وطن، در سوئیس زندگی میکنه، از من سوال میکرد، میگفت واقعا دیگه دلم گرفته، هر روز میشینم تلویزیون ها رو دنبال میکنم، نگاه میکنم. آیا واقعا دکتر تقی‌زاده ما به عنوان تحلیلگر، برنامه ساز، نویسنده میتونیم به مردم یه خبر خوبم بدیم؟ میتونیم واقعا بگیم که فردا روشنتر از امروز خواهد بود؟
خبر خوب میشه به اونها داد، ولی مهمتر این است که خبر دروغ و واهی به اونها ندید. مهمترین خبر این است که بضاعت نزد شماست، قدرت تغییر نزد شماست. اگر هر روز برخیزید با یک هزینه اندک، این وضع قابل تغییره. ولی به هر حال شاید بدون حرکت قالب اونها هم این وضعیت قابل حفظ کردن نیست. آقای دکتر نوری‌زاده، این وضعیت از درون فرو میپاشه، این وضعیت قابل دوام نیست. اگر دوامی هست، دوام سوری است. این دوامی است که ما در مسکو هم تصور میکردیم وجود داره، دوامی است که دو سال پیش فکر میکردیم در قاهره هم وجود داره، حتی یک سال بعد از اون فکر میکردیم بعد از برگزاری انتخابات و به قدرت رسیدن یک گروهی از راه صندوق رای این دوام وجود داره، ولی دیدیم واقعا نیست. در سیاست یک هفته و یک ماه زمان بسیار بسیار طولانی است. این البته مسئولیت ما رو در داخل کشور کم نمیکنه که نسبت به خواسته های خودمون اراده تغییر رو هم اضافه بکنیم. ولی به هر حال این زمان زمانی است که بایستی بهش به عنوان یک فرایند مثبت فکر کرد و امیدوار بود و امید رو از دست نداد. این خوشخیالی رو جمهوری اسلامی هم شاید داره که از جیب مردم هزینه میکنه، از طرف اونها دروغ میگه، برای اونها حق میتراشه و دارایی اونها رو به اسم اونها چوب تاراج بهش میزنه. اونها هم فکر میکنن مادام العمر بر علیکه قدرت خواهند بود، ولی اونها هم به خودشون دروغ میگن اگر واقعا این باور اونها شده. این تغییر روی میده و این بخش روی خوب سکه است، ولی روی دیگر اون این است که ما باید اراده این تغییر رو هم به خودمون تلقین بکنیم. کاملا حرف درستی است، اراده تغییر در ما به وجود بیاد. من فراموش نمیکنم دکتر، شما هم یادتونه در فروردین 1357 وقتی شاه اومد پیام نوروزی داد، ملکه فرح و ولیعت شاهزاده رضا، برنامه‌های نوروزی تلویزیون همه همون جوری پخش شد و در فاصله کمتر از یک سال نوروز 58 از تلویزیون چه پخش شد و کشور در چه شرایطی بود. یعنی باور کردنی نیست، ما حتی تا شهریور و مهر اصلا تصور رفتن شاه قابل قبول نبود، اصلا کسی باور نداشت، و ولی این اتفاق افتاد به سرعت. بنابراین جامعه ما میتونه با اراده به تغییر در یک زمانی که اصلا هیچ زمان نخواهد بود این تغییر رو ایجاد بکنه. حالا دکتر من سوال دیگم اینه، چرا اپوزیسیون ما در خارج از کشور به ویژه بعد از انتخاب آقای روحانی دوچار بن‌بست شده؟ یعنی یه جوری آچمز شده، یه جوری مثل که توی حالت کما رفته. چرا؟ چه احساسی؟ آیا فقط به خاطر اینکه خارجی ها اینترستشون رو از دست دادن؟ چه فکر میکنی روی این مسئله؟ عوامل متعددی وجود داره. یکی از عوامل رو شما بهش اشاره کردید پیش از این توی بحث، ما با هم صحبت میکردیم که ظریف گفته ما همه تخم‌مرغ‌هامون رو در سبد آمریکا نمیگذاریم. متاسفانه در وضعیت کنونی دولت اوباما بیشتر تخم مرغ‌هاش در سبد جمهوری اسلامی گذاشته. البته این گذاشتن و نهادن تخم مرغ جنبه موقتی داره، نه آقای اوباما بیشتر از دو سال رئیس جمهور خواهد بود و نه دموکرات‌ها در کاخ سفید بیشتر از این میتونن با اطمینان خاطر بمونن. اونها فقط میخوان این تخم مرغ‌ها رو تا زمانی در این سبد نگه دارن که دندان اتمی جمهوری اسلامی رو بکشن. بعدن رفتار یقیناً با جمهوری اسلامی همون خواهد بود که پیش از این مذاکرات. ولی از طرفی مردم هم در انتخابات دو سال گذشته، یک سال گذشته جمهوری اسلامی در داخل ایران به جای طرح مطالباتشون به طرف سازش رفتن و این به نوعی جمهوری اپوزیسیون ایران رو خارج از کشور با نوعی حالت انفعالی روبرو کرد. ولی در طول ماهای گذشته ما شاهد بازسازی اپوزیسیون هستیم. به نظر من آقای دکتر نوری‌زاده، اپوزیسیون بایستی خارج از کشور یک تعریف درستری از خودش داشته باشه. تا به حال واژه‌هایی مثل اپوزیسیون همسو، اپوزیسیون ملیگرا، اپوزیسیون غیرقابل سازش یا عبور از جمهوری اسلامی یا براندازی جمهوری اسلامی و شعارهایی از این دست مطرح می‌شده. ولی به نظر من واقعیت این است که اپوزیسیون ما در دو تیف مشخص غیر وابسته به جمهوری اسلامی میتونه تقسیم بشه و این نیروهای چپ و راست هستن. راست هیچ شرمی نباید از اعلام وجود و حضور خودش داشته باشه.
راستی ها رو ما در آمریکا میبینیم سر قدرتن، در بریتانیا میبینیم بر سر قدرتن، در فرانسه میبینیم بر سر قدرتن. و نه تنها خجل نیستن از اینکه بگن ما دست راستی هستیم، مفتخرن به طرز فکرشون هستن. اقتصاد بازار متعلق به اونهاست، آزادی افکار متعلق به اونهاست، انسجام سازمان یافته اقتصاد متعلق به اونهاست. و اینها مبانی است که میتونه رشد ایجاد بکنه. گروه چپ هم میتونه به سوسیالیسم بچسبه، میتونه به نوعی منتقد وضع گذشته ایران باشه و اونها میتونن در یک صف قرار بگیرن. اگر جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی خارج از کشور به دنبال دو محور چپ و راست باشه، این دو محور یقینا میتونن همدیگر رو صیقل بدن، در درون هم شکل سازمانی بهتری پیدا بکنن. فکر میکنم که این نقطه شروع الان پیدا شده و این حرکت در حالت انسجامه. ممنونم دکتر. متاسفانه فرصت ما تمام شد. بار دیگر با دکتر تقی‌زاده خواهیم بود و این بحث رو ادامه میدیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم دکتر رضا تقی‌زاده، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. شما و بینندگان شما رو در آغوش می گیرم. Thank you.